داره با اسکایپ آشناییش بیشتر میشه، درست میگم یا نه؟ بله سلام آه ببین، آقای آلاتفا. یعنی الان چهره شما از هفته گذشته تغییر کرده، نسبت به هفته قبل تغییر کرده. این نشون میده که اسکایپ داره خیلی بهتر میشه. بله بله، آپدیت تر اسکایپ. مشکل اسکایپ بود. بله دقیقا. خب خانم امید، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامهتون. سال نوتون مبارک. نو میلادی هم مبارک باشه. آرسنالتون که داره قوقا میکنه از نظر تساوی. بله بله بله، یه روز هفتا میزنن یه روز نمیتونن. جا میگم یه روز هفتا میزنن دقیقا، از اون بر لیگ اف ای کاپ بعد دوباره بازی کنن چون امروز مساوی کردن. آه اینو توضیح بدم که در اف ای کاپ یا همون جام حذفی باشگاه‌های انگلستان که مهمترین تورنمنت هست، این شما در بازی اول یک بازی انجام میدید، اگر بازی برنده‌ای نداشته باشه بازی دوم انجام میدید، در بازی اول به وقت اضافه نمیرید. نه، اما نه. در بازی دوم اگر مساوی بشید به وقت اضافه میرید. بله بله. و اگر مساوی بشن به ضربات پنالتی. درست. یه زمانی بود که این کارم نمی کردن. بله. بازی اول، بازی دوم، بازی سوم، هرچی مساوی می شدن باید ادامه می دادن. دقیقا. بکنم خب. این نتایج ادامه پیدا کرد دیدن نمیشه. دوباره برگزاری این بازی ها. خانم مومن مثل که فردا انتخاب بهترین بازیکن، مربی، بهترین بازیکن زن، بهترین مربی زن در اروپا هست که برای دنیا انتخاب میشه، درست میگم؟ بله دقیقا. و امسال چندین تغییرات در این به اصطلاح جایزه ها انجام شده. همین که قبلا اگه یادتون باشه با یه جایزه مختلف از طرف فیفا بود که فیفا ورلد پلیر اف دی ایر بود، به اصطلاح بهترین بازیکن جهان فیفا، و یه جایزه هم یه اوارد هم در واقع یوفا میداد به بهترین بازیکن اروپا. بله. بله. ولی از 2010 به این طرف این دو تا جایزه رو یکی کردن که خیلی هم خوبه، که در واقع بهترین بازیکن جهان انتخاب میشه با نظر همچنان کارشناسان، مربیان تیم ملی ها و کاپیتان تیم ملی ها. بله. و فردا هم برگزار میشه و همینطور برای اولین بار بازی ها جایزه میدن به بهترین بازیکن زن فوتبال و بهترین مربی زن فوتبال که اینها جدید هست در این کاتگوری ها. خب این بهترین بازیکن ها کیا هستن الان؟ در این لیست کوتاه لیونل مسی هستش که دیگه رکورد چندین رکورد رو امسال به ثمر رسوند، از جمله رکورد گرد مولر رو از نظر بیشترین تعداد گل های به ثمر رسونده در یک فصل. از این طرف دیگه کریستیانو رونالدو که برای ریال مادرید بازی میکنه و آندره اینیستای بارسلون. این سه تا هستن؟ بله. یعنی جزء شورت لیست هست. اول یه تعداد زیادی اعلام کردن، بعد با توجه به رأی مربیان و کارشناسان به اصطلاح این به سه اسم کوتاه شده و بین این سه در واقع. یعنی بهترین بازیکن‌های دنیا در لیگ اسپانیا هستن. بله. و بهترین بازیکن‌های دنیا یکیش از پرتغال، یکیش از اسپانیا، یکیش از آرژانتین. بله. کشورهای اروپایی، یعنی منظورم نه اروپایی، برای اسپانیا هم جز اروپا است، مثل آلمان، انگلستان، ایتالیا، اینا بازیکنی ندارن. نه تو این لیست نیستن. و البته اینو در فصل در واقع در سال 2012 در نظر میگیرن، یعنی ده. از ژانویه 2012 پارسال تا الان. و خب همونطور که میدونید یوروکاپ هم جز در تابستون برگزار شد
به این خاطر خیلی از این لیست ها به خاطر بازی های خوب بازیکنایی که در اون مسابقات یوروکاپ بازی کردن اثر داره. از جمله که در لیست مربیان برتر جهان یک جز سه مربی برتر، یکیش وینسنت دل باسکه مربی تیم ملی اسپانیا هستش، بله، که تونست یوروکاپ رو با اسپانیا ببرن بعد از سالها. نفر دیگه جوزه مورینوی مربی رئال مادرید هستش که پارسال در واقع فصل پیش تونست قهرمانی اسپانیا رو بعد از 4 سال به ثمر برسونه. و پپ گاردیولا که با اینکه فقط یک جام حذفی رو با بارسلون برد، ولی با این حال به خاطر نتایج خیلی خوب بارسلون در زیر نظر این مربی به این خاطر جز این لیست هستش. و ها بعد دید کدومشون انتخاب میشن فردا و برای بهترین مربی زنها در زمینه فوتبال زنان برونو بینی مربی تیم ملی فرانسه، که در اینا بر حسب در واقع فوتبال المپیکی که در لندن برگزار شد تابستون، که فوتبال زنان هم برگزار شد بر حسب اونه. و نفر دیگه نوریو ساسکی مربی ژاپن که به فینال هم رسید تیمش، و پیا سونهاک مربی سوئدی اصل تیم ملی آمریکا که در واقع المپیک فوتبال زنان رو برد. بله. و در رده‌بندی بهترین بازیکن زن مارتا بازیکن برزیلی تیم ملی برزیل و الکس مورگن تیم ملی آمریکا و ابی وامباچ دوباره تیم ملی آمریکا کاندید هست. آمریکایی‌ها دو تا نماینده دارن. بله. خب بسیار خوبه. مارتا هم یه زمانی در تیم لس آنجلس بازی میکرد. به هر حال اونم تیم ملی بری بازیکن بسیار خوبی. حالا نمیدونم شانسش چقدر باشه. شما در بین آقایون شانس رو به کی میدید؟ من فکر میکنم مسی برای چهارمین بار این اوارد رو ببره، که واقعا خب حقش هم از نه تنها به خاطر گل‌های خیلی فوق‌العاده‌ای که در این فصل به ثمر رسوند تا به حال، به خاطر رکوردهایی که برد از نظر تعداد گل‌های در بیشتری حد بوده در یک فصل، برای بارسلون رکورد بست از نظر بهترین گلزن تاریخ تیم بارسلون شد، بهترین گلزن تاریخ لیگ اسپانیا شد. همش رو در این فصل قبل به دست آورد. که نظر من فکر میکنید کریستیانو رونالدو چی فکر میکنه؟ خودش امروز اتفاقا توی مصاحبه ای گفته بودی که من انکار نمی کنم و دوست دارم این جایزه رو ببرم، ولی حالا حتما خب این معمولا به اصطلاح واکنش صورتش خیلی جالبه معمولا بعد از بله. ازش پرسیده بودن که نظر راجع به مسی چیه، گفته بود چی بگم، خب بازیکن خوبیه. بله دقیقا، با چپ و راست میبره. بله. خب دیگه چه خبر؟ اگه به لیگ ایران یه سری بزنیم، جواد نکونام هم احتمالا تا یکی دو هفته دیگه از تیم استقلال جدا میشه. باید دید که امروز هم فتح‌الله زاده رئیس باشگاه و همینطور مربی همین قلعه‌نویی هم اعلام کردن. چرا جدا میشه؟ دیگه ما خودش باید بپرسید، ولی مثل که در مثل که از شرایط استقلال راضی نیست و اینکه از نظر مالی هم قطر گفته میشه، قطر یه تیم قطری و یه تیم اماراتی بهش به اصطلاح پیشنهاد دادن، که از جمله که اون تیم قطری هم یه پیشنهاد 5 میلیون یورویی گفته میشه بهش داده، که احتمالا تا 2 هفته دیگه جدا میشه. از یه طرف دیگه هم در روزنامه های اسپانیا نوشته شده بود که تیم اوساسونا مربیش
یه بازیکنی از سپورتینگ گیوم داره میخره که تا به حال هنوز نتونسته بخره و اگه نتونه بخره ممکنه سراغ جواد نکونام بره. من که امیدوارم برگرده اسپانیا. بله منم واقعا امیدوارم برگرده اسپانیا، ولی و به نظر من از اول اشتباه کرد که به استقلال و لیگ ایران برگشت، ولی خب بله بعضی اشتباه ها جبران پذیره، بعضی اشتباه ها جبران پذیر نیست. حالا بله. باید ببینیم آقای نکونام تو کدوم کاتگوری قرار داره. بله دقیقا. و از اون طرف هم به لیگ قطر و امارات برن که دیگه میدونیم دیگه فراموش میشن ها دیگه. بله خب بازی سه تا بازی هم در تهران به تعویق افتاده به دلیل آلودگی هوا. بله درست، همچون که میدونین دیروز هم به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود در ایران و چندین بازی هم به تعویق افتاد روز جمعه و شنبه، ولی بازی هایی که انجام شد از جمله مهمترین دیداراش زوباهن 0-0 با استقلال مساوی کرد. بله. سایپا 1-1 با فولاد خوزستان، تراکتور سازی 3-1 مثل کرمان رو شکست داد و صنعت نفت آبادان 1-1 با فجر تساوی کرد. بله. و ملوان 1-0 باخت به سبا. بله. و پرسپولیس و گهر هم که به تعویق افتاد. حالا اگر بازی در اهواز یا آبادان بود، گرد و خاکم بود، چشو نمیدید، نیم متریت هم نمیدیدی، بازی باید انجام میشد. بله. نه؟ دقیقا. بله دیگه. همه چی برای پایتخته. بله، بازیایی که در واقع در تهران برگزار میشد همش به اصطلاح به تعویق افتاد. مگر پیکان در تهران بازی میکنه؟ پیکان بله به تهران. با تهران میومد. یه فصل است که به تهران. پرسپولیس هم در تهران، استقلال هم در تهران، سایپا هم در تهران. همه تو تهران بازی میکنن. من نمیدونم چرا اسمشون رو گذاشتن شهرهای دیگه. سایپا فقط سایپا البرز متا دیگه نمیدونم تکنیکی. بله. خب. چون در تهران قاعدتا نیست. خیلی ممنون، متشکر. دیگه اگر نه خبر خاصی. خب شما دیگه مثل این که دارید رهسپار اسپانیا میشید. ایشالله ببینیم چی میشه. بله بله. بازی کی رو میبینید ببینید؟ امیدوارم بتونم بازی بارسلون سویل رو بتونم ببینم. اگر خواستید برید اوساسونا رو تماشا کنید به ما اطلاع بدید. ما ولی مسعود ششایی که فعلا مصدومه، امیدوارم والا شاید تا اون موقع بازی کرد. بله نه. شما باش مصاحبه ای تونستیم بکنیم قال صفا. من بعضی اوقات دوستان عزیز ورزشکار و فوتبالیست رو که میبینم میسنجم که آیا این شرایط مصاحبه هست یا نیست، و به دلیل کوتاهی مدتی که اینجا بودن شرایط مصاحبه رو ندیدم. البته صحبت کردیم راجع به فوتبال، ولی خب به اون که بخوام باشون مصاحبه داشته باشم نه، متاسفانه اون وقت رو نداشتن که بتونم باشون مصاحبه. من همش مسعود رو شاید برای 2 ساعت بیشتر ندیدم. بله. ولی خب آبادانی ها وقتی به هم میرسن تو همون 2 ساعت. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون خانم نیلوفر، امیدوارم که سال بسیار خوب و پربار و موفقیت آمیز و پربرکت و حساب بانکی بسیار خوب. خیلی ممنون. و سلامتی برای خودتون، خانوادتون، برادر عزیزتون، خیلی سلامشون رو برسونید. همه دارم تا برنامه آینده که دوباره در خدمتتون باشیم. مرسی، خیلی ممنون آقای لطفا. سال خیلی خوبی هم برای شما و خانواده محترمتون دارم. مرسی. و ایشالله لطف برای پربرکت داشته باشین در سال آینده. متشکرم. حساب بانکی مو فردا چک میکنم. بله ایشالله خدا واریز کرده باشه تا فردا. آبادانی رفت به بانک رو چکش نوشته بود خدا تومن. حالا ما هم میریم امتحان میکنیم چه دیدی؟ بله دقیقا. خدا خیلی ممنون از شما.
شب شما بخیر. خب دوستان.